من طی 16 سال گذشته، یعنی از 26 خرداد سال 1378 در زندان اوین به اصطلاح تقویم شدم و توی این 16 سال دو بار حکم گرفتم، یک بار حکم نهایتاً حکم 7 سال و یک حکم 8 سال. حکم 7 سال اولم تمام شد، حکم 8 سالم هم پس از تحمل 5 سال و نیم به دلیل قانون تجمیع تمام شد و آزاد شدم و توی این دوره 16 ساله نزدیک به 3 سال جمعاً من در زندان‌های امنیتی و سلول‌های انفرادی بودم و حدود 5 سال از اون رو هم در زندان رجای شهر بودم و من به عنوان یک مبارز که افتخار دارم که وقتی که بچه‌ها به من گفتن که گزارشی که از بعد از شهادت ستار گزارشی که رسانه‌ها منتشر کردن گفتی که از افراد شناخته شده ستار عکس تبرزنی روی وبلاگش بوده و بعد من متوجه شدم که این جوان دلاور چقدر به من محبت داشته. من اینجا یه بار دیگه اعلام میکنم که تا زنده هستم یاد ستار، راه ستار و همه ستارها و همه شهدای راه آزادی در دل ما حک شده و تحت هیچ شرایطی ما کوتاه نخواهیم آمد. زندان برای من شکنجه، زندان سرکوب برای من که بیش از 50 سال از عمرم گذشته و نوه دارم دیگه مسئله مهمی نیست. و طی این دوران 16 سال هر نوع آزار و اذیت فیزیکی، روحی، فشار خانوادگی و هر آنچه را که در مورد یک زندانی سیاسی ممکن هست فشار وارد کنن متاسفانه بر من تحمیل شد و همه این فشارها هم برای این بود که نهایتاً من رو بشکنن که خوشبختانه موفق نشد. خواسته ها در شعارها مشخص میشه جناب چالنگ. شما ببینید در این چند وقت گذشته شعارها و مطالباتی رو مردم مطرح کردن که رژیم در واقع گفت اینها شعارهای ساختار شکن هست. حال این شعارها اخیراً به شدت متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی هست و پیش از اون هم راجع به ساختار جمهوری اسلامی و اینکه مردم خواهان ساختاری دموکراتیک و گفتن که جمهوری ایرانی یا جانم فدای ایران. در شکنجهگاه توحید وقتی که در سلول بودم و دوستانمون مثل آقای کسرانی، مثل اکبر محمدی، مثل بهرام نمازات میکشیدم و من صدای اونها رو میشنیدم، تلخترین لحظات زندگیم در واقع سختترین شرایط رو خانواده تحمل کرد. خانمم که بار مسئولیت یعنی همه مشکلات برگردنش بود، مادرم که داغ دیده بود به دلیل کشته شدن دوتا برادرم در جنگ و جنگ زدگی و شرایط سختی داشتن مسئله من اضافه شد و بچه هم که کوچیک بودن بسیار بر اونها سخت بود. وقتی که تو زندان بودم خوشبختانه خانواده بسیار هم کاری میکردن، نمیذاشتم من توی زندان رنج ببرم از مشکلاتشون، از مصائبی که دارن. ولی وقتی که به مرخصی میومدم خب طبیعی بود که به ویژه همسرم یا مادرم مرتب از من بخوان که دیگه بسه، خلاصه دیگه ما هم باید زندگی کنیم، ما هم حقی داریم و حقشون هم بود. ولی متاسفانه من نتونستم به این خواستشون عمل کنم. عزیز ما هر روز من سر و به آخر تایلاش شد واقعا با وجود احزارم ستار اتخاذ کنم به خصوص ستار خودم. راه منم چیزی نبود جز مقاومت در برابر ستم. هیچ چیز اضافه
نمیخواستم. من یه روزنامه نگار بودم، یک فعال سیاسی بودم، فعال مدنی بودم و فقط میخواستم که بتونم بنویسم، بتونم حزبم رو داشته باشم، بتونم از حقوق اساسیم آن گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده استفاده کنم، من و دوستانم، یارانم. ولی متاسفانه رژیم ایدئولوژیک فاشیستی جمهوری اسلامی هیچ حقی رو برای نیروهای آزادیخواه و مستقل قائل نیست و به همین دلیل این حقوق اساسی ما رو سلب کرد. همه دوران بازجویی که من داشتم در انفرادی ها که اشاره کردم جمعا حدود 3 سال طول کشید، تمام همراه با فشار و تهدید بود برای اینکه من در واقع دست بردارم از مبارزاتم. اما یادم هست در سال 88 که دستگیر شدم، اون وقت فکر میکردم که دیگه شرایط بهتر شده نسبت به 78، چون یک دهه گذشته بود. سال 88 در بازجویی ها ضمن اینکه کتک زدن، در واقع تهدید میکردن مرتب که همسرت رو هم آوردیم و در نهایت تهدید کردن که تو اعدام خواهی شد. و تمام فضای بازجویی در اون 2-3 ماهی که بازجویی داشتم این بود، ضمن اینکه در خود دوران حبس مثلا در همین زندان رجای شهر دائما اینا به خانواده من فشار می آوردن، صحبت می کردن که ایشون رو قانع کنید که دیگه دست برداره و من به این لحاظ هم باید این مسائل رو هم پشت سر می داشتم. یعنی چه در بازجویی مرخصی که بودم و چه در زندان عادی حتی دست بر نمی داشتم. بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اون جمهوری یا در اون ساختار دموکراتیک حق کسی ظاهر نشه، شکنجه نباشه، اعدام نباشه، تبعیض نباشه، تبعیض بین زن و مرد نباشه، تبعیض قومی نباشه، هر نوع تبعیض بنابرابری باید از بین بره. همواره چیزی که با همسرم، با بچه ها، با دوستان در این زمینه مطرح کردم و با هم صحبت کردیم این بوده که نتیجه آن همه مقاومت خانواده و خودم و اون همه سختی هایی رو که تحمل کردیم در این 16 سال گذشته، نتیجه اون این هستش که خوشبختانه جامعه سیاسی ما امروز توجه کرده به خواسته ها و راهی که مبارزین طی این سال های گذشته طی کردن و من این رو یکی از بهترین پیروزی های خودم و مبارزین و آزادی خواهان می دونم. کسی نیست آمیان دومال گلن گلمو خورده چون خورده بلا شد گلمو خورده چون خورده بلا شد دوتا گوچایر بابون چطور شد تفنگه قربونه دوازویه بلنده دمادم میزنی آتش به جانم نگر من کوره آهنگرانم. اینه بشونه تو میگم آه.